سلام دوستان یکی از کار برای ما سوال کردن که با همسر خصیص و حسابگر چگونه باید برخورد کنم این خانم سوال خوبی رو مطرح کردن ولی منم باید پیرامون این سوال یه سری سوال بپرسم مثلا اینکه چند سال با هم ازدواج کردید آیا این موضوع رو قبل از ازدواج هم میدونستید که مثلا شما دو نفر نیاز بقایتون با هم خیلی فرق داره شما دوست دارید راحت پول خرج کنید تفریح کنید لذت ببرید همسرتون بیشتر آینده نگر و مقتصد هستند اما اینکه امروز چه کارهایی باید و نباید بکنید یکی از کارهایی که مراقب باشید انجام ندید اینه که به ایشون برچسب نزنید و مسخره نکنید و بهشون نگید تو چرا انقدر خصیصی بدونید که اعتراض کردن به یه ویژگی و به رو آوردنش که تو این ویژگی رو داری چه ویژگی بدیه اون رو تشدید میکنه یعنی فرد تقویت میشه و بیمهاباتر اون رفتار رو انجام میده نه به خودش بگید برچسب بزنید و بگید خسیس نه بشینید درباره موضوع درد و دل کنید با دوستانتون اقوامتون خانواده او یا خانواده خودتون چون اینها هیچ کدوم باعث نمیشه که رفتار همسر شما تغییر کنه ولی باعث میشه دید اطرافیان نسبت به او تغییر کنه و به نوعی بروش بیارن و متاسفانه این باعث یه نوع خشم و عصبانیت نسبت به شمایی میشه که تعریف بدی از او به دیگران دادید بنابراین رو همین موضوعی که شما حساسیت دارید ایشون میتونه رفتارهای شدیدتری داشته باشه و شما رو بیشتر ناراحت کنه پس مراقب این کارا باشید که اینا رو انجام ندید اما حواستون باشه یک جایی که ایشون راحت پول خرج کرد یه حرکتی انجام داد یه خرید خوبی انجام داد بهش به روش بیارید تقویت کنید تشکر کنید و بگید که خریدهای تو عالی تو واقعا میگردی خرید خوبی انجام میدی اون جایی که واقعا این کار رو انجام دادن مچگیری مثبت کنید تا تقویت بشن به هر حال آدم ها با هم تفاوت دارن نیازهاشون با هم فرق داره اگه با این وضعیت منفی که در موردش در شوهرتون میبینید بجنگید چه در درون چه در بیرون و با خشم و عصبانیت و تحقیر بخواید برخورد کنید قدرت حل این مسئله رو نخواهید داشت پس با حوصله و هوشیاری با هوش هیجانی بالا سعی کنید رابطه برقرار کردن رو یاد بگیرید و اثر گذار باشید بازخورد کارهایی رو که انجام میدید به ما هم بدید تا بتونیم ازش استفاده کنیم و توضیحات بیشتر رو در این زمینه بهتون ارائه بدیم موفق باشید